الدكتور عبد الرحيم ودانت افسرون همین گروه نیست هم نظارت با هم عبد الرحیم در قلمرو فدراسیون روسیه غیر رسمی عمل می نمایند. من همچون خودم جمعیتی عمل می نمودم این خوب باشند همچون نمایندگان شرکت های تجارتی. از سال 2016 من وظیفه دار شدم که چند مرتبه به کشورهای اروپایی سفر نمایم. هدف سفر این اصلا آموزش بعضی اپراتیوی در بین مخالفین تاجیک بود، خصوص در بین اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. از سال 2016 تا ماه مارس 2018 من 8 مرتبه به کشورهای اروپایی سفر نمودم. زمین سفرم چند مرکوی اپریتیوی رو بزنیدم، عملاتوی تحریز شده رو عملی گرمونیدم، در نتیجه با مومی اثر شد که در بین گروه مخالفین در حقیقت نیزو بورید نمویم و با گویم فرکسی حزبی نسل اسلامی جمهوری تاجیکستان که از چند گروه های دیگری بارد است یک فرکسی الٹرنتیوی سازیم. من امیدوارم که آدمایی که در حقیقت از حوادثی وضعی الٹرنتیوی طریقی فیسبوک طریقی رسانه اجتماعی می آموزند علاقه فهمیدم که در بین گروه های مخالفین نیزو با وجود آمده است. نتیجه کاری کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان نباشد. من درباره چی ترس نیزا در آوردند، چی ترس رو که هم صحبت شدیم، کی رو با همچون یاردمچی کمیته دولتی امنیت ملی جلب نمودیم سخن نمیگیم. من تنها نسبتی دو وضعیت، دو سپورشی که بود، سپورشی که در حقیقت اساسی بودند گفتنی هستم. سپورشی که تو ماه مارس سال 2018 بود این در اساس لایحه های مخصوص داده می شدند. این هم باشد لایحه در حقیقت به مصالحه آوردن و برای برگرداندن گروه مخالفین از آن جمله گروهی که ما را همچون رادیکالی اکستریمیستی قبول کرده بود. افسوس می خورم که همین لایحه تا آخر حال خود را نیافت. ماهی فوریه همین لایحه در حقیقت شکست خورد، برهم خورد، زیرا رهبریت کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان به همین لایحه یک نقطه گذاشتند که همین لایحه عملی نشود. این هم باشد لایحه مصالحه بود. من درسان هدف های اساسی که من در کشور اروپایی قرار داشتم این باشد، این هم باشد شهروندهای جمهوری تاجیکستان از جمله رهبری حزب نهضت اسلامی جمهوری تاجیکستان مولودین کبیری دیگر اعضای گروه مخالفین از جمله شرف‌الدین کادویف، شمس‌الدین سعیدوف، رفشن تیموریان، تیمور ورقی و دیگران بودند. اصلا من هنگام سفر، هنگام بود و باش در کشور اروپایی، من با این شخصان چند مقاطع با هم صحبت شدم و
و بعضی از این شخصان پیشنهاد رهبریت به برگشتن را پیشکش نمودم و گفتنی هستم که این شخصان در حقیقت راضی بودند که برگردند و تنها یک شرط را گذاشتند، گفتند که اگر که به شرطی که مخالفین سیاسی از زندان آزاد شوند ما میتوانیم در یک شبانه روز همه مسافر نمیم البته به تاجیکستان برگردیم. یک خاطرسو می نمویم که همین طرح مصالحه رو با مخالفین اصلا ما با یکی از مخالفان دیگر رفشن تیموریان چند ماه زیرا بررسی نموده بودیم و اصلا خواستیم که طریق رفشن تیموریان همین کار رو عملی گردانیم، لیکن در آخر باشد فرمون شد که بی واسطه من باید با خوری که بگی هم صحبت شدم و با دیگر اعضایان کلیدی حزب نسل اسلام با خوری گذارونم و این مسئله رو پیش آنها گذارم. وقتی که من با آلمان سفر نمودم با میان روی حزب نسل اسلام تاجیکستان که شرافتین گدویف بودن و زیر خود داشتن با همین شخص من بخوردم، وضعیت را فهمیدم. قریب یک هفته ما هم صحبت شدیم، من وضعیت را با مسکف با نظر می فهمیدم، نظر با روبریتی کمیته می رسونید و روبریتی کمیته تصمیم گرفتن که باید شرافتین گدویف با خودی یکی فهم صحبت شدن در این موضوع. ولی با کتم سبب باشد من اینو بعدتر فهمیدم سلیبی اصلیش رو. هنگامی هم صحبت شدن یکی گفت با گدویف میگویند که شما اون گروه رو یک طرف گذارید با اونا همراه نشوید، شما گشته برگردید، من شما رو شخصا قبول می نمایم و تجارت شما رو برقرار می نمایم و دیگر شرایط امتیاز رو برای شما پیشکش می نمایم. راستی از همین صحبت شرایط این گدویف که می خواست در باره بعضی ابیکتیوی مخالفین هم صحبت شود و فهموند، شرافتین گدویف پس از شنیدن همین سخنان از طرف یتیموف در حقیقت حیران شد، گفت که چرا شما چند وقت در باره مصالحه هم صحبت شدید؟ با من گفت ولی رهبری کمیته بیرون که مصالحه با حزبی نصد نمی شود، تنها خودت برگرد و دیگر بچه‌ای که به همین گروهی با حزبی نصد تاجیکستان شما نیستن دیگر هم میتوانم برگردم. از همین خاطر من هم روسی کب از نتیجه همین گفتگوزار، از نتیجه خلاصه براری نتیجه روبری کنیتی دلتیم نتیم نیجوم تاجیکستان در حقیقت نگران شدم. من به مسکف برگشتم. وقتی که من به مسکو برگشتم روبری من پالکونی نظرف مرا قبول کردم، ما جلسه گروهی کار را تشکیل دادیم و در همین جلسه روبر گفتم که طرح یا لایحه مصالحه با گروه مخالفین علی خصوص با حزب نسل اسلام تاجیکستان و با دیگران نمی شود.
طرحی نو است، لایحه نو است و در این طرح گروه کاری ما باید اشتراک کند. و طرح نو این بود که باید که من بر اروپا برمیگشتم و در مسئله جمع آوردن معلومات دقیق فعالیت می نمودم. موضوع طرح این به قتل رسانیدن رهبر حزب نسل اجتماعی تاجیکستان شهروند جمهوری تاجیکستان محیدین کبیری بود. عملی برای عملی ساختن این رویه ها با گفته خودی پاکونی نظرف باید که دیگر نمایندگان دیگر نهادهای قدرتی تاجیکستان باید هم شرکت میکردند. وظیفه اساسی من وقتی که به آلمان برگشتم باید که در حقیقت با مخالفین باید نزدیک می شدم، از اون جمله با محیدین کبیری نزدیک می شدم و اصلا در موضوع جوی استقامت محیدین کبیری رو مایه می کردم، فرزندان محیدین کبیری رو باید من مایه می کردم، علی خان بودگی شما رو با کدوم رو کجوم می روان، کدوم شهر رو با کدوم شهر رو سفر می نمون، سفری کاری دارم تو خودی کبیری در کجا خوراب می خورم، در کدوم قهوه خانه بسیارتر خوراک میخورند، در کدوم بناها میدارویند، میبارویند، در کدوم ماشین میشینند، چی خوراک میخورند، همین همه معلومات رو باید ما باید به مرکز روان میکردیم. بار دیگر تاکید میکنم که در عملیاتی در طرحی که از طرف کمیته امنیت دولت ملی جمهوری تاجیکستان که بیوسته کوراترش خاطر همین طرح یتیم بودند، وظیفه گروه ما این جمع آوردن معلومات ها بود تنها برای کشتار و برای کشتاری محیدین کبیری. البته کارمندان مخصوص باید که به اروپا سفر می نمودند. بار دیگر تاکید می نمایم که اون نقشه سوی قصد با جون محیدین کبیری یعنی به قتل رساندن محیدین کبیری اون طرح تا حال وجود دارد و در آینده باید عملی گردد و تا عملی نشدن همین لایحه یعنی تا به قتل نرسانیدن شهروند جمهوری تاجیکستان سابق دیپوتات پارلمان جمهوری تاجیکستان رئیس حزب نسل اجتماعی تاجیکستان محیدین کبیری رهبریت کمیته دولت امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و رهبریت کشور هیچگاه آرام نمیگردند و حرکت مینمایند تا آخر همین لایحه رو عملی گردانند. راستی از وضع این گونه حالت امروزه و خودی مقام کمیته امنیت رو ما به نظر گرفته، من رابطه رو با کمیته امنیت از همین روز اعتباران پر قطع می نمایم و نمی خواهم که در کشتار شهروند خودمان شهروند تاجیکستان شرکت نمایم و نمی خواهم که حادثه‌ای که در ترکیه نسبت عمرعلی قوتوف شده گذشته بود باز تکرار بیابد و من جانبدار آن هستم که یک فضای آرام سیاسی در تاجیکستان برپا گردد و همه مخالفان همه شهروندان تاجیکستان که در هجرت هستند گشته به خانه خود و وطن خود برگردند.